أقسام الحركات في الصلاة أو أحكام أي حركة تكون عندنا في الصلاة ترجع إلى الأحكام التكليفية الخمسة. إن مسكارات لله أنا كم هذا مك أحكام التكليف إن عنجي باقدر مقول كل كم بتو. حركة محرمة. المحرمة يعني كم قالوا كالأكل الشرب. كديك أتون نجابورة. الحركة الكثيرة المتوالية عرفة لغير حاجة. هذا أنا عارفش ملا أديك ما يكون أنا نجا. نعم. الثاني حركة مكروهة هي حركة قليلة لكن لغير حاجة يعني التفت هكذا في الصلاة. هذا أنا عندما تود مكروهة أنا كمان عارفش ملا هذا شردة ريديل أنا نجا. نعم. الثالث حركة مباحة وهي الحركة اللي تكون لحاجة. هذا أنا مباحة يا. അനുവദിക്കപ്പെട്ടാണ് കമാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ അനങ്ങുക يعني كان لديه نظاره وسقطت هذه النظاره وخاف على ان تكسر وضعها بادنى حركه اخرى هذه حركه جائزه ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണട ധരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കണ്ണട നിലത്ത് വീഴുകയും അത് പൊട്ടുമെന്ന് പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുനിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടാണ് കമാണ് نعم الرابع حركه مستحبه നാലാമത്തേത് മുസ്തഹബ്ബായ അനക്കമാണ് هي الحركه التي يتوقف عليها كمال الصلاه يعني إذا لم يتحرك الصلاة صحيح وإذا تحرك كان هذا أكمل أجر أكثر. هذا ولد أن مستحب أن أكمل نبراي إن نمسكارة تنا بريبورنا ده سوجي بيكريا. هذا أنا غير تلقي نمسكارم صحيحان. إنجيلم هذا أنا غير أنا نمسكارة تنا بورنا دكم هذا نبغي كم ما تنقول تجي أنا غيل هذا مستحب نبراي. نعم مثل سد الفرج. هذا ولد أن ده نبراي غير أنا غيل سف شرياك وذا سفيلر لا وذا بقول شرياك نمسكارة تنا. الخامس حركة واجبة. അഞ്ചാമത്തത് നിർബന്ധമായി കൊണ്ടുള്ള അനക്കമാണ് അനക്കത്തിലാണ് നമസ്കാരം വാജിബായി നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അനങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം ബാത്തിലാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമസ്കരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് അവൻ നജസ് കാണുകയുണ്ടായി ഉദാഹരണം തൊപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവിന് നജസ് കാണുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിക്കൊണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലാഹു അഅലം